سلام بر همه همیانان عزیزم و درود فراوان بر یکاگی اونا. من امروز به قدری خوشحالم که میبینم افراد شایسته‌ای دارن به ولایت ما وکالت میدن و این واقعا جای بس خوشبختیه. ملت قد هوشیار هست و داره میفهمه چیکار کنه و میدونن غیر از این ولایت کسی نیست که بتونه این موجو ببره تو ایران و بخواد یه دموکراسی به وجود بیاره و بخوان مملکتشون رو بگیرن. این موج زیباییه از سیل و ارکویتک و باد و دم و تشکیلات این قوی تره، چون موج انسانیته، موج وطن پرستان، موج نالج هاست. شما با اطمینان قبلا گفتید که آینده روشنه. نمیتونه روشن نباشه. ببینید، ما یه کشوری هستیم چند هزار سال تاریخ و تمدن، مگه اولین بار افتادیم تو دست انداز؟ ولی همچنان روپامون وایستادیم. ما تونستیم در تمام این پیچ و خمهای تاریخ همچنان به عنوان یک ملت دارای یک فرهنگ، دارای یک هویت پا بر جا بمونیم. جمهوری اسلامی هم یه پرانتز بسیار تاریک و تلخیست، ولی راست رو بخواییم بهترین کلاس درس برای کشورمون بود. در همین بحث سکولاریسم، به قول کی بود؟ کسروی بود یا کی بود میگفتش که ما یه بدهی به آخوندا بدهکاریم، به ملاها. ما باید به فرهنگسازی سیاسی درست برسیم. اینجاست که جامعه مدنی نقش داره، اینجاست که رهبران سیاسی نقش دارن، اینجاست که تمام کسانی که تاثیرگذار هستن نقش دارن. من نقش دارم، مولوی عبدالحمید نقش داره، دیگر روحیت نقش دارن. منظور منو میگیرید دیگه؟ کاملا. این واقعا چیزیست که بایستی همگی بهش فکر بکنیم. رسانه ها در این مورد مسئولیت دارن و نقش دارن. بنابراین اینجاست که وقتی که من میگم یک کار جمعیست، به همین دلیله همگی باید بتونیم نقش خودمون رو هر کی در خط خودش درست انجام بده. مردم روشفق حتی اتو زندان ها برای سازمان ملل، زندان های سیاسی، ولیت قبول کردن مهمان وکالت. خیلی مهمه. کسایی که جونشون تو خطره از تو زندان نامه نوشتن، دمشون گرد که انقدر وطن پرست هستن و میدونن چه شخصی میتونه وطن رو نجات بده، حیثیت مملکت رو نجات بده، مرز بومش رو نگه داره، آب و جنگلش رو نگه داره، هر چیزی که شما فکر میکنیم میتونه. چون این بچگی بغل شاهنشاه آریامهر ما بزرگ شده، خونش ایرانه، همونطور که میگه ایران من قلبش نشون میده. چقدر هم انگیزی که این مرد قلبش با ایران یکی کرده. وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه. و من خیلی خوشحالم دنیا این جریان رو فهمیده و ملت فهمیده، ملتی که عشق وطن دارن و خودشون نالجای مختلف. این مهمه، از خواننده گرفته، هنرمند گرفته، دکتر گرفته، مهندس گرفته، اونایی که شرکت داره، همه اینا. امروز در فرانسه مجاهدین راهپیمایی 100 نفر نبودن، همه هم مکاپ رو صورتشون بوده و فحش. اصلا معلوم کی هست اینا؟ چون دیگه میترسن، چه برون مرزی ها چه داخل مرزی ها، جایی ندارن در میان مردم. اینا کمونیستر و فاشیستر از
خمینی آدم ها هستن، ولی بدونید همه اونا بیشترشون برگشتن به اعلیحضرت، اعلیحضرت شاه جارمر و ولیعتمون. چقدر این مدت این ولیعت تحمل کرده روزگارشو با عشق وطن و با سیاستش با فهم و شعورش تونسته تحمل کنه تا این لحظه چه ملت بیان وکالت بشون. یه مظلر و مثل نخواستم خدمت شما عرض کنم در مورد مملکت ما. بله ببین این هموطنان ما یه سری مخالفن یه سری موافقن، خب مملکت ما مثل یه اتوبوس میمونه که داره میره به سمت دره، تمام این موافقا و مخالفا همه توی اتوبوس نشستن، همه‌شون هم فرض کن راننده ان، خب اما ما میدونیم این شاهزاده اون راننده است که میتونه این اتوبوس به مقصد خوب برسونه. درسته همه این آدم‌ها که تو هستن درسته از همون مخالفینشون از همون موافقینشون میگن آره ما هم راننده ایم، آقا شما دارید مملکت ما رو نابود میکنید، همه مردم هم اینو میدونن درسته، اما این آقا خیلی از ما بود. من یه دهه پنجایی هم نه انقلاب بود، درسته من انقلاب بچه بودم اما از اون دنیا آمدم تا الان تو سری خوردی. بچه من 18 سال دانشجوه، حق داره میگه من اون چیزی که میخوام بپوشم باید خودم تصمیم بگیرم. شاهزاده رضا پهلوی تمام زیرساخت‌های مملکت ما از پدر بزرگوارش و پدر بزرگشونه، اما هم اینه میدونن. من سالها تریدی داشتم تو بیابون گشتم، تو گدوک میای تمام ریل آهن‌ها تمام پل‌هایی که زمان شاه ساخته شده هنوز داره کار میکنه، همه مردم هم اینه میدونن. هر کجا که این دولت یه کاری انجام داد همش به نابودی کشیده شد. من میگم آقا بیاین همه با هم فکرامون رو هم بذاریم. این آقا میدونه، چون عرضم به حضورت که کارهایی که پدرشون بزرگوار کرد همه مشخص، من میدونم پدران ما اشتباه کردن، ما دیگه اشتباه رو نکنیم، بذین آقا بیاد مملکت مطمئنیم به جای خوب میرسونه و همه هم اینو میدونن. و از همه مهمتر نوید جان، شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی شاید باشن که 40 سال صحبتشون عوض نشد. این بزرگترین کاری که ملت میتونه بکنه و جبران کنه شاهنشاه آریامهر ما و پسرشو در جایگاه خودش قرار بده. و این پسر میگه من فقط برای دموکراسی میام، جایگاه نمیخوام، ولی من مطمئنم زمان رای گیری این شخص مهمه و آینده ساز مملکتمونه و میتونه مملکتمونو مرز و بوم و از هر نارجی رمایت کنه و بگیره و مملکتمونو به اوج قدرت برسونه. ایران ای مرز بالا از این بر اخبارهای گوناگون در ایران 15 بچه ایرانی رو در مشک فوتبال بازی میکردن رپ کردن، یعنی تجاوز کردن. آخه این چه دینیه؟ این چه حکومت کثیفیه؟ میان جوانایی که میگن آزادی میخوان اعدام میکنن، کسی که 15 نفر بچه های کوچیک رو تجاوز کرده ولش میدونه. اینا قدرت این آخونده هست الان در خودشون مثل مور و مار به هم مالیدن. قالیباف میره رئیس سپاه رو میبینه، قالیباف یکی از دزیوسترین انسانهایی هست که در اون رژیم قدم های کثیفی برداشته و پولای بزرگی دزدیده. مردم گول تشریفات رو نخورین،
مملکت باید دست شماها باشه، دستید بتونین دنیا رو تکون بدین، نه این قالیبافای دزد و خامنه‌ای‌های دزد و منتظری‌های دزد و عرض کنم رئیسی‌ها و غیره. الان ببینین چقدر اینا به دیوسی افتادن، اصلا نمیدونن با کدوم دستشون غذا بخورن. اینقدر فشار دنیا، فشار ملت ایران، چه برون مرزی چه داخل مرزی، اینا رو دیگرگون کرده. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم. زنده باد زن، زندگی آزادی، جاوید باد پرچم شیر خورشید ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی لعنتی.